سلام و درود فراوان خدمت شما دوستان و همراهان همیشگی برنامه پرشین اواز. من حمیده از تورنتو یک بار دیگه با معرفی ورزشکاران، افتخار آفرینان و مدال‌آوران ایرانی در خدمتتون هستم. مهمان امروز ما جناب آقای محمد پور صادق، قهرمان اسبق مویتای و کیک بوکس جهان، مربی اسبق تیم ملی مویتای و در حال حاضر سرمربی تیم ملی پاهویت کشورمون هستند. با ما باشید تا با این قهرمان و رشته متفاوتشون بیشتر آشنا بشید. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای پور صادق. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. لطفاً برای بیننده های ما خودتون رو بیشتر معرفی کنید و بفرمایید که اهل کجا هستید. سلام خدمت شما سرکار خانم، خوشحالم که در خدمتتون هستم. همونجوری که فرمودید من پور صادق هستم، زادگاه هم شهر لاهیجان استان گیلان و در حال حاضر تو استان البرز زندگی میکنم و آکادمی مویتای و پاهیوت دارم و در حال تمرین به هنرجوهای عزیزم هست. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون آقای پور صادق. آقای پور صادق، از همین ابتدا برامون بگید که ورزش رو از چه سنی شروع کردید و چطور شد که وارد دنیای هنرهای رزمی شدید؟ خب قبل از هر چیز خدمت عرض کنم که من حدود 5 الی 6 سال عضو تیم ملی مویتای بودم. 5 عنوان جهانی و آسیایی دارم که مدال طلا و نقره من در رشته کیک بوکسینگ در سازمان IKBF و WKA بوده که در کشور آلمان کسب مدال کردم و در اون مسابقات بهترین مبارز شناخته شدم، چون بیش از 6 بازی در واقع 2 روز انجام دادم. بعد از اون هم در رشته مویتای من اولین حضورم با مدال برنز جهان همراه بود و بعد در سال 2003 به همین ترتیب و مدال برنز آسیا هم در واقع در کارنامه دادم داد. یک دور در سال 2014 مربی تیم ملی بودم مسابقاتی مالزی که اونجا در واقع تیم بسیار خوب درخشید و مدال‌های خوبی رو کسب کردم. من میشه گفت از سن 9 سالگی رشته رزمی رو در واقع بهش علاقه‌مند شدم و پدرم هم خیلی دوست داشت که من یک رزمی‌کار بشم و کلن چون خانواده منم ورزشی هستن، علاوه بر پدر من سابقا وزنه‌بردار بودن، دوست داشت که من در واقع در حوزه ورزش فعالیتی داشته باشم. به هر حال خیلی خوش اومدید به دنیای ورزش و خیلی خوش درخشیدید آقای پور صادق. آقای پور صادق، اگر ممکنه درباره تاریخچه رشته رزمی پاهویت برامون توضیح بدید و بفرمایید که از کی و از کجا و توسط چه کسی وارد ایران شد؟ منو بیشتر با نام مویتای میشناسن. من در واقع به مدت اولین مسئول مویتای استان البرز بودم. در واقع اون موقع هنوز استان نشده بود. حدود 4-5 سال من از سال 79 مسئول مویتای کرج بودم که بعدها موقعی که استان هم شد یک دوره من مجدد اومدم مسئول مویتای البرز شدم. ولی خب به دلایل که هم مویتای یک ورزشی هست جذاب و در سازمان جهانی بسیار قوی داره، در بین رزمیکارا خیلی مورد توجه است. مسئولینم در حوزه ورزش دوست دارن که این در واقع مسئولیت مویتای در کشور داشته باشن، بخاطر یک جنگی که یا یه چالنجی در بین مسئولین ورزش های رزمی وجود داره که بخواهن اینو تصاحب کنن و به دستش بیارن. جناب آرجان عبادتی هم مربی بنده هستن و بودن. در سال 1178 مویتای ایفما رو به ایران آوردن. در واقع بعد از اونم که من 5 سال مسئولیت مویتای در استان البرز داشتم، ایشون در واقع رئیس من بود. منتها فدراسیون ورزش های رزمی در اون زمان دوست داشت که مویتای در دست داشته باشه، سعی میکرد که یه جورهای مویتای در واقع از دست این مسئول عزیز خارج بشه. لذا به هر حال نمیخوام وارد مسائل حاشیه‌ای بشم، در سال 2007 دیگه آرجان عبادتی تصمیم گرفتن که پاهیو از تایلند وارد ایران کنن
در واقع از سال 2007 پاهیوت رو وارد ایران کردن و پاهیوت رشته رزمی شبیه بسیار شبیه مولتای هست، ضربات آرنج، زانو، ضربات دست پا داره که ما مسابقات قهرمانی آسیا و یک دوره مسابقات جهانی رو ضربات قهرمانی آسیا در کشیش برگزار کردیم که ایران اونجا قهرمان آسیا شد. در سال 2020 من سرمربی تیم ملی بودم، به مسابقات جهانی ایتالیا اعزام شدیم که اونجا مدال، هم مدال طلا گرفتیم، یک مدال برنز گرفتیم، یک مدال نقره هم در واقع در مسابقات ما کسب کردیم. من خیلی دوست دارم در واقع در محیط‌های هم فعالیت کنم و به نوعی علاقه قلبی محیط‌های هست. اون وقتی من می‌بینم همین الان که در خدمتتون هستم محیط‌های دو دسته شده، یک دسته از سازمان جهانی نماینده خودش در ایران داره حمایت میکنه و یک قسمت هم وزارت ورزش نماینده خودش در محیط های تعیین کرده. الان ورزش این وسط فقط ورزشکارها دچار مشکل میشن که من خواهش میکنم مسئولین عزیز به یک جمع‌بندی برسن و در واقع محیط های تحت هدایت یک نفر باشه. این مورد که در دوست داشتم حتما خدمت عرض. ولی خب ما این معنیش نیست که ما بخوایم پاهیوت رها کنیم، ما پاهیوت رو گسترش بدیم. در حال حاضر بنده دبیر کل پاهیوت در واقع در کشور هستم، در این حال مسئول پاهیوت استان البرز هم هستم در خدمت. خیلی ممنون از توضیحات خیلی عالیتون. ما ایرانی ها هر جای دنیا که باشیم به هر حال در جریان همدیگه قرار داریم و ما در جریان فرمایشات شما بودیم و ما هم از مسئولین خواهش میکنیم و التماس تفکر، تعمق و تعقل داریم. انشالله که یک روزی هممون همه جای دنیا یک دست بشیم. آقای پورصادق، رشته ورزشی پاهویوت جز ورزش های رینگی محسوب میشه یا روی تاتامی انجام میشه؟ بله، ورزش رینگی مثل مویتای هست. در واقع پاهویوت پدرجد مویتای هست. قبلا با نام چاهویوت بود ولی خب میشه گفت تقریبا این یک رشته بود که نظامیان تایلند حتما باید این رشته رو فرا میگرفتن و در 5 سیستم هست که من بیشتر سیستم مبارزه شو دارم کار میکنم و سلاح سرد و کارهای نمایشی رو من کمتر بهش علاقه دارم، بیشتر سعی میکنم که سیستم مبارزاتی رو تمرین کنم و آموزش میدم. جناب پورصادق، با توجه به این که میدونیم ورزش های رزمی مثل مویتای یا پاهویوت جزو رشته های بسیار سنگین و مبارزه‌ای محسوب میشن، نظر خانوادتون درباره ورود و ادامه کارتون چیه؟ بله، به هر حال به عقیده و سلیقه من همیشه احترام گذاشته شده و من در این موضوع مشکلی نداشتم. ولی خب برخلاف ذهنیتی که وجود داره، آسیب ها در ورزش ما نسبت به خیلی از رشته‌ها مثل فوتبال کمتره. من یکی از افتخاراتم اینه که در رشته طبیعت بدنی تحصیل کردم، از طریق مدالی که در مسابقات جهانی و آسیایی کسب کردم این بستر برای من فراهم شد که بدون کنکور وارد دانشکده طبیعت بدنی بشم و در واقع تحصیل کنم. لذا ورزشم رو به صورت علمی پیش بردم. اگر هر ورزش رو علمی شما انجام بدید قطعا مشکلی برای شما پیش نمیاد. نخواهد آمد. بالا شما شکل ظاهر من رو میبینید که من بیش از 10 دور مسابقات جهانی شرکت کردم. اگر قرار بود برنامه ریزی الان صورت سالمی نداشتم. انشالله که خدا سلامتی بده و خیلی هم عالی. آقای پورصادق، به عنوان کسی که سالهای سال در چندین رشته رزمی شما ملی پوش بودین و کاپیتانی تیم‌های ملی رو به عهده داشتید و همچنین به عنوان مربی در تیم‌های ملی فعالیت کردید، به نظرتون دلیل پیشرفت ورزش‌های رزمی توی کشورمون چی بوده؟ ببینید، ایرانیان همیشه یک روح سلحشوری و در واقع برتری‌جویی درشون وجود داره. جوانای ایرانی هم همیشه تو ورزش‌های انفرادی موفق بودن. لذا اون چیز غالبی که من میخوام بگم اون روحیه که در ما آریایی ها وجود داره، در این که همیشه دوست داریم که اول باشیم و قوی باشیم و برتر باشیم. آقای پورصادق، شما به عنوان ورزشکاری که خودتون مدال آور بودید و در سطح جهانی هم مدال داشتید،
اون لحظه‌ای که خودتون مدال می‌آوردید براتون شیرین‌تر بوده یا لحظه‌ای که به عنوان مربی شاگرداتون کسب مدال می‌کردن؟ ببینید من خودم خب اولین مدال جهانی که کسب کردم هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. در دو جا من هیچ وقت اون صحنه یادم نمیاد که اولین حضورم در مسابقات جهانی تایلند در رشته مویتای بود که اونجا من مدال برنز کسب کردم و اونجا یه حس بسیار خوبی به من داشت. یکم که در مسابقات جهانی در رشته کیکبوکس در آلمان کسب مدال طلا کردم و بهترین فایترش اونجا لذت خاصی برای من داشت. ولی خب وقتی راجع به هنرجو صحبت میکنیم، من نگاه من به هنرجو مثل یک فرزند، زمانی که هنرجو وارد رینگ میخواد بشه ضربان قلب من تندتر میشه. این معنیش اینه که یه اونس الفتی بین من و هنرجو من وجود داره. هنرجوهای من حتی مشکلات خانوادگیشون رو به من میگن و بسیاری از مشکلاتشون رو من کمک میکنم که حل بشه. لذا هر دو برای من اهمیت داره و برام خیلی مهمه. استاد پورصادق، نظرتون درباره ورود بانوان به رشته‌های رزمی چیه و اینکه آیا بانوان کشورمون میتونن به راحتی وارد ورزش‌هایی مثل مویتای و پاهویود بشن و به تیم ملی هم راه پیدا کنن؟ بله 100%. ما تقریبا هفته پیش بود که تیم ملی مویتای در مسابقات جهانی حضور داشتن و بانوان ما بسیار خوب ظاهر شد. همونطور که در مسابقات قهرمانی آسیا پاهویود بانوان ما 2-3 مدال طلا کسب کردن. از ورزش در واقع برای بانوان از آقایون به نظر من واجب تره، مخصوصا در واقع رزمی باشه که چه بهتر. هم بانوان ما از لحاظ هوشی بسیار بالا هستن و ثابت کردن که در ورزش‌های رزمی هم میتونن کسب مدال کنن، که کم و کم ما در مسابقات مختلف می‌بینیم که خوش می‌درخشن. جناب پورصادق، اینطور که به نظر میرسه شما نقش مهمی رو در ارتقا و پیشرفت ورزش‌های رزمی به خصوص در استان خودتون استان البرز ایفا کردید. اگر ممکنه در این مورد هم برامون توضیح بدیم. خب اساتید زیادی بودن که در واقع در این مورد نقش داشتن. بندم نقش کوچیکی داشتم. شاید اینطور بگم الان دوستانی میان پیش من که بچه‌هاشون میارن برای تمرین و میگن که ما مثلا 20 سال پیش شاگرد شما. خب این نشون میده که من شاگردای زیادی رو تربیت کردم و تحویل جامعه دادم و از این بابت بسیار خوشحال هستم. من میتونم بگم بیش از 30 مربی پرورش دادم که الان دارن در سطح استان البرز مربیگری میکنن و بعضیشون الان در کشور همین استرالیا هستن، یکشون دو تاشون تو آلمان هستن، یکشون توی نیوزلند هست. یعنی تعداد زیادی از هنرجوهای من خودشون مربی هستن، قهرمان هستن، خودشون شاگردای زیادی دارن. لذا در پاسخ به سوال شما باید بگم که اگر دروغ نگم برها نقش پررنگی داشته. درود بر شما. استاد، به عنوان یک ورزشکار کارکشته و قدیمی به نظرتون بهترین زمان برای ورود به رشته های رزمی تایلندی به خصوص برای بچه هایی که تازه میخوان وارد بشن چه سنی هست؟ ببینید ما اون چیزی که به ما در دانشکده تربیت بدنی یاد داده و اون چیزی که من در واقع تجربه کسب کردم در این دوران، من فکر میکنم زمان مناسب برای ورزش‌های رزمی میتونه 10 سال مناسب باشه. نه اینکه نتونم بچه‌های زیر 10 سال کار کنم، ولی به نظر من تجربه من میگه هم گیراییشون در این سن برای تکنیک های مویتای و پاهیوت مناسب هست. لذا من فکر میکنم 10 سال مناسبه. یک موردی هست که عواملی که باعث میشه یک ورزشی در سطح جهان و المپیک مدال های خوبی رو کسب کنن در واقع ورزش مملکت، اینی که سیستمی هست که بررسی میکنه یک انسان، یک هنرجو در چه رشته میتونه موفق باشه. بدنش آنالیز میشه، از لحاظ آناتومی بررسی میشه. بالفرض مثال اگر ورزشکاری دارای تنه بلندتری داشته باشه و پایین تنه کوتاه‌تر، حتما به درد جودو و پشتی خواهد خورد. یا مثلا اگر پاهای بزرگی داشته باشه، بدن مقدار چربی بیشتری داشته باشه کمی، در واقع به درد ورزش شنا میخوره. یعنی این آنالیز حتما باید انجام بشه. اینطور نیست که حالا مثلا یک فرد، یک پدر، یک اولیایی چون خودش در حوزه رزمی دوست داشته فعالیت کنه،
زندگیش طوری بوده که نتونسته بیاد ورزش رزمی کار کنه، حالا بچهش آورده برای رزمی. بعد من چند تا سوال ازش میکنم، از اون بچه میبینم که اصلا علاقه به رزمی نداره. ایشون مثلا اگه والیبال بازی کنه به اون قدش خیلی موفق تره. لذا دوست داشتم که اینو در سوالی که پرسیدید یه توضیح بدم که خالی از لطف نیست. استاد پورصادق، به نظرتون تأسیس آکادمی چه تأثیری میتونه در پیشرفت ورزش‌های رزمی به خصوص در رده‌های سنی پایین داشته باشه؟ خب ما وقتی آکادمی رو تأسیس میکنیم انسجام فکریمون هم میره بالا، امکانات، سخت افزار اونجا متمرکز میشه، ما میتونیم از مربیای دیگه استفاده کنیم در کنار خودمون، بیایم افرادی که مبتدی هستن با افراد نیمه پیشرفته و پیشرفته اینا رو همه رو مجزا کنیم، افرادی که میخوان در سیستم مسابقه ورزش کنن نوع تمریناتشون با هم فرق میکنه. آکادمی میتونه که در واقع این روی جزئیات بیشتر کار کنه. لذا من فکر میکنم که با تأسیس آکادمی تونستم گام های بهتری رو برای پیشرفت کارم در واقع ایجاد کنم. استاد، عمر مفید یک رزمیکار مسابقه ای توی ایران چقدره؟ این سوال میتونه کلیشه‌ای باشه، چون بستگی به زندگی طرف داره که زندگی سالمی داشته باشه، ولی خب من تجربه اینو نشون داده، من فکر میکنم 30 سال، بعد از 30 سال کمتر ما تونستیم رزمیکارهای خوبی رو ببینیم. فکر میکنم تا 30 سال به مرز و کامل پختگی رسیدن و از هر لحاظ کامل شدن و این سن میتونه پایان ورزش رزمی برای یک از بار 30 تا 32 نهایتش. استاد پورصادق، به عنوان یک مربی کارکشته و قدیمی، به نظرتون کار مربیگری توی ایران میتونه به تنهایی آینده شغلی و شخصی افراد رو تأمین و تضمین کنه؟ باید بگم خیر. من خودم در دورانی که شاغل نبودم رنگ مدالام بهتر، زمانی که شاغلشم ناچار بودم کار کنم. وقتی اردوهای تیم ملی میشد، خب برای اینکه بتونم حضور پیدا کنم در اردوها به سختی اتفاق بود، حتی در جایی مثلا عذر منو خواستن برای کار. لذا اینو بهتون بگم که برای کار کردن و امرار معاش لازم که حتما یه شغل دومی ما داشته باشی. استاد پورصادق، رمز موفقیت خودتونو در کار، در زندگی و ورزش در چی میدونین؟ و اینکه کسایی که تازه اول راه هستن میخوان قدم در راه شما بذارن، چطور میتونن به جایگاهی که شما دارین برسن و قهرمان جهان باشن؟ البته شما محبت دارید، واقعا دوستان و عزیزان زیادی هستن در حوزه ورزش رزمی که مدالاشون از من بیشتر رنگی تر و در واقع سطحش هم شاید بالاتر باشه، ولی خب قطعا هدف داشتن، پشت کار، برنامه ریزی، اینا میتونه رمز موفقیت باشه. مهمترین چیز پشت کار و هدف هست. یه برنامه ریزی صحیح برای اینکه بتونید به اون نقطه هدف برسید، یه برنامه ریزی کوتاه مدت، برنامه ریزی دراز مدت، تا بتونیم در واقع به اون هدفی که داریم برسیم، در واقع اینجا خیلی مهم هست. قطعاً که تواضع یکی از خصلت‌های خوبه قهرمان ها و پهلوان های ایرانیه که در شما به تمامی دیده میشه. استاد، شما به عنوان سرمربی تیم ملی و کسی که سالهای سال برای ورزش زحمت کشیدید و به هر حال خدمات شایانی دادید، اگر این فرصت بهتون داده میشد که یکی از مسائل ورزش رو حل کنید یا اصلاح کنید، شما چه کاری انجام میدادید؟ واقعا دارم فکر میکنم که چی باید بگم که بتونه کمک کنه به ورزش. مهمترین چیزی که میتونم من اینو بگم اینه که از رأس ورزش تا فدراسیون ها تا هیئت های ورزشی حتما باید ورزشی باشن و علاوه بر ورزشی بودن باید تحصیلات آکادمی ورزش هم باشن. وقتی یک مسئول فدراسیون ورزشی مثلا رزمی که نباید که در واقع یک فرد سیاسی باشه یا مثلا در یک بیزنس دیگه ای داشته باشه،
حتما باید استخوان تکونده اون ورزش باشه، حداقل پیشکسوت اون ورزش باشه، و حتما هم تحصیلات، به نظر من تحصیلات ورزشی داشته باشه. ما کم نداریم افراد تحصیل کرده ورزش که الان بیرون از گود هستن، در حالی که میتونن به ورزش کمک کنن، چون دلسوز هستن، چون میتونن در واقع سختی ها رو یه ورزشکار رو درک کنن. خب چقدر خوبه که ما بتونیم مسئولیت های ورزشی در واقع بذاریم در اختیار ورزشی ها. اینجوری هم بازده زیاد خواهد شد، هم با نتیجه مطلوب میرسیم. و این مسئله ای که استاد، به هر حال تمام ورزشکاران، تمام قهرمان ها و تمام مربیانی که ما تا الان باهاشون صحبت کردیم خواهش این موضوع رو داشتن و در تمام دنیا این موضوع بابه و انشالله که این موضوع به کشور ما هم سرایت کنه. آقای پورصادق، در مسیر زندگی ورزشیتون آیا شخص خاصی بوده که شما رو مورد حمایت یا هدایت خاصی قرار داده باشه و شما دوست داشته باشید که اینجا از ایشون یادی بکنید؟ هر حال همیشه موفقیت یک فرد جنبه های مختلفی رو در واقع داره که من میتونم الان این عنوان کنم که پدرم در ابتدای و برادرم خیلی در موفقیت های ورزشی من تأثیر داشتن، چون من در یک مقطعی میخواستم به یه مسابقه اعزام بشم، اولین مسابقه که میخواستم اعزام بشم، شرایط طوری بود که فدراسیون اون موقع میگفت که قسمتی از هزینه رو باید متقبل بشید. واقعا من نداشتم بتونم یه مسابقه اعزام بشه، که اونجا برادر من گفت که شما حتما این مسابقه رو باید بری و مشکل مالیتون رو من حل میکنم. این یکی از مثلا حمایت هایی بود که از جانب خانواده، ولی پدرم خودشون چون از قدیمی های در واقع ورزش بودن، 50 سال پیش جزء وزن بردارا بودن، البته در سطح استان خودمون تو گیلان، لذا ایشون خیلی مشوق من بودن که من بتونم در واقع ادامه راه رو راحتی داشته باشم. استاد پورصادق عزیز، ورزشکار محبوب با اخلاق و فروتن، از اینکه دقایقی از وقتتون رو ما اختصاص دادید و اجازه دادید که از تجربیاتتون استفاده کنیم، بی نهایت سپاسگزارم. براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم و امیدوارم که در کسوت مربی همچنان شاگردانی با اخلاق، موفق و مدال‌آور مثل خودتون پرورش بدید و همواره مایه افتخار ایران و ایرانی باشید.